ساکنان اودسا یک شنبه با صدای انفجار از خواب بیدار شدند. حملات موشکی نیروی دریایی روسیه به تاسیسات نفتی و نظامی این شهر. من در خانه بودم. خیلی ترسناک بود. دیوارها می لرزیدند. از خونه زدم بیرون و انفجار در نزدیکی خونم بود. کارخانه تانکسازی در حال سوختن بود. مثل این بود که یک هواپیما سقوط کرده باشه. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم دیروز این حملات را تایید کرد. صبح امروز موشک های کروز دریایی با دقت بالای کارخانه فراوری نفت و سه انبار سوخت رو در نزدیکی شهر اودسا منهدم کردند. این انبارها برای تأمین سوخت سربازان اوکراینی در نزدیکی میکولایف استفاده می شد. اما هنوز هیچ تلفاتی گزارش نشده است. اودسا بزرگترین بندر اوکراین مقر نیروی دریایی این کشور است از قدیم حتی زمانی که جزو قلمرو روسیه به حساب می آمد بندر اودسا از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار بوده کشتی سازی، پالایشگاه نفت، کارخانجات تولید کننده مواد شیمیایی و مواد غذایی از جمله صنایعی هستند که در این شهر نقشی حیاتی برای اقتصاد اوکراین ایفا می کنند. ناظران معتقدند که روسیه با عقبنشینی از شمال اوکراین در روزهای گذشته میخواهد بر روی حملاتش در جنوب و شرق اوکراین تمرکز و به آنها شدت ببخشد الکسی آرسوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین دیروز اعلام کرد که نیروهای این کشور تمام شهرهای حومه کیف را بازپس گرفتند تصاویر منتشر شده از اجساد که در خیابانهای برخی از این شهرها رها شدند خشم جامعه بین را برانگیخته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از مسکو خواسته که در قبال کشتار شهروندان شهر بوچا در اوکراین پاسخگو باشد لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا هم دیروز خواستار تحقیق درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای روسیه در این مناطق شده مشاور رئیس جمهوری اوکراین دیروز به خبرنگاران گفت که برخی از قربانیان زن مورد تجاوز نیروهای روسیه هم قرار گرفتند. در میان قربانیان جنایات روسیه می توان به زنانی اشاره کرد که مورد تجاوز سربازان روسیه قرار گرفتند. همچنین آنها مقامات محلی، کودکان و حتی افراد مسن را هم به قتل رساندند. تعداد زیادی از مردان این شهرها دست بسته به قتل رسیدند و آثار شکنجه بر بدنشان مشهود است. اما مقامات روسیه هر گونه نقش داشتن در کشتار شهر بوچا را رد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا